خب امروز یه خورده ویدئویی که میخوام براتون بگم متفاوته من یه اسباب بازی جدیدی خریدم که این روتر گیگابیتیه که میبینید میخواستم اینو براتون به اصطلاح معروف جعبه گشایی کنم من این جعبش رو کنم حالا سه بار باز شده توسط آدم های مختلف چون کلی دست گشته تا رسیده به من و حالا من سعی کردم جعبش رو برگردونم به شکل عادیش و ببینیم تو جعبش چیه بعدم میبریمش پای کامپیوتر رو ببینیم چه نکته نکته این که این در ادامه ویدیوهای اوپن دبلیو آر تیه تو اوپن دبلیو آر تی میریم ببینیم, ببینیم که چی به چیه و چه جوریه خب بریم سراغ باز کردنش اول جعبه رو میبینید خیلی شکیل و قشنگ و ایناست مدل این روتر ما مدل بی, که دوال بنده و تر. یعنی شما اگه بتونید مثلا 5 تا از اینو بخرید اتوماتیک اینا در تخ... کل خونتون همینجور که اینجا نشون داده شده میتونید چند جا بذاریدش و اینا به هم دیگه وصل میشن و همه جا یه کاورج خوبی بهتون میدن این یک نکته ای که وجود داره نکته بعدی که اینجاش نگاه کنیم این اصالتا گیگابیت پورت داره چند تا وای فای داره به اصطلاح MIMO دوال بند VPN گوش داره مبتنی بر به ناول URT و همطور که گفتم مش خب بریم ببینیم توی جعبش چی دستگیرمون میشه جعبش به نسبت شکیل و قشنگ محکم دو تا راهنمای ستاپ کردن و پشتیبانی داره که اینجا مثلا در مورد گارانتی و پشتیبانیش حرف زده اصل جنسه که اینجاست و یه آداپتوره یه کلگی آداپتوره و یه کابل لنه باحال که فلت همین خب اینا محتوای جعبهش بود خود چیزم بخوایم نگاه کنیم خود روتر هم بخوایم نگاه کنیم سه تا کابل سه تا پورت گیگابیت داره برق میخوره یه یو اس بی داره که این یو اس بی سه میشه بهش مودم وصل کرد هارد وصل کرد یا حالا هر چیز دیگه حتی فکر کنم وای فای میتونید بهش وصل کنید اینجا هم یه دکمه مش داره یه دکمه ریست و اینجا حالا معلوم نیست وقتی روشن باشه معلوم میشه سه تا نقطه سه تا هم LED داره که نشون میده کار میکنه یه مدل آپشنالی هم داره که این پی او یعنی این که شما میتونید فقط با یه دونه کابل لن اونو روشن کنید اگه مدم پی و ای داشته باشید البته من اون مدل رو نخریدم خب چون دردم نمیخورد و من زیر ساخت پی و ای ندارم تو خونه بریم سراغ وب و ایناش ببینیم چه جوریه خب قبل از اینکه کارو شروع کنیم میریم سایت جی ال که جیل ال داش و میبینیم که اینجا محصولات زیادی داره که به صورت خیلی خلاصه از روترهای خیلی کوچیک اینجا هست تا روترهایی که مثلا هرفهی ترن و بزرگترن و من چیزی که من گرفتم این کانوکس بی یا جی ال بی این مدل و خب همشون نوشتن که آقا چه, چه امکاناتی دارن پورت دارن یا ندارن یو اس دارن یا نه وی پی دارن یا نه نمیدونم دوال بندن دوال بند نیستن سیم کارت میخورن سیم کارت نمیخورن و مش وای فای رو ساپورت میکنن یا ساپورت نمیکنن و این ماجرا دیگه که مثلا چند جی پی آیو دارن آیا جی پی هاشون قابل تنظیمه یا نه و چیزای این مدلی که هر کدوم خب به یه هدفی ساخته شدن و مورد استفاده قرار میگیرن چیزی که من خریدم این کانوکس بیش هست که حالا بریم یه خورده بیشتر به صفحش نگاه کنیم اینجاست که میاد میگه که خب دوال بنده مبتنی بر اوپن دولیو 400 مگابیت رو دو چارج بمون پرفورمنس میده 800 مگابیت روی 5G ایش. سه تا گیگابیت اترنت داره و خیلی ساده را میفته با دکمه زدن دکمه مش و اینا خودشون اتوماتیک هم رو پیدا میکنن وی پی های مختلف رو پشتیبانی میکنه و پرفورمنس روش گفته و همین دیگه چیز عجیب غریب دیگه نداره دلیلی هم که من خریدمش این سی بوده که سی پیو چار هسته ای داره و برای من این جذابش میکنه همین دیگه حالا بریم سراغ این که چجوری ازش استفاده کنیم وقتی که میریم سراغ اون یه وای فایی برای میشناسه که من اینجا سعی میکنم به وای فایی شم. پسورد اولیش گود لایف هست گود لایف و من کانکت میشه قاعدتا الان باید وصل شده باشیم و با زدن 192 168 81. باید وارد پنل ادمینش بشیم اولین کاری که از همون میپرسه میخواد ما نست ستاپش کنیم که خب زبون رو انتخاب میکنیم بعد از زمون زبانی پسوردی باید انتخاب کنیم که من پسورد معمول وای فای هم رو گذاشتم روش و این باعث میشه که بیاد توی پنل کاربریش پنل کاربریش الان به ما میگه که مثلا این دوتا تا وای فای داره هنوز به هیچ جا وصل نیست نه کابلی بهش وصله نه تو مدل ریپیتره نه تریجی توجیه نه فون بهش تتر شده به اصطلاح یعنی نه گوشی با یو اس بهش وصل شده و میتونیم که اینجا نصب کنیم حالا من معمولا میرم و مود رپیترش رو میتونم فعال کنم حالا خیلی این مهم نیست فعال سازی و ایناش رو میذاریم یه وقت دیگه توی وایرلسش بهمون نشون میده که تو مثلا دو چارده همه جی چیه پسورد چیه روشن روشن نیست بعد میتونیم گست وایفای داشته باشیم برای مهمونا از اون طرف تو 5G چطور بعد اینجا یه چیز جالبی که داره این کلاینتامونه که ما کلاینتامون رو اینجا میبینیم و میتونیم بگیم که بلاک بشن یا بلاک نشن تو تیکه فایروال خب همون رولای فایروال رو داریم پورت فورواردینگ و اینا تو وی پی اوپن وی پی و وایرگارد و اینترنت کیل سویچ داره این اینترنت کیل سویچ اینجوریه که اگه این فعال باشه نمیذاره هیچ چیزی از غیر وی پی بره و تورم داره که میتونه به تور وست شه اپلیکیشن های مختلفی روش داره که همون سیستم پلاگین اوپن دولیو آرتی هست فایل شیرینگ داره دسترسی از راه دور داره که همون کلاد منیجمنت گوگل کلاده اینش هم برام جالب بود که میشه از طریق گوگل کلاد اینا رو وصل کنی و مدیریت کنی کپتیف پورتال داره که اگه دانشگاه ها و اینا جا جاها دیده باشید وقتی میرید داخل بتونی یه صفحه نشون میده که آقا مثلا بیا لاگین کن ادمین تنظیمات لن تنظیمات تایم زون مکادرس دی سرور رو میتونیم عوض کنیم میتونیم اپگرید کنیم و مهمترین تیکه ادونسه که وقتی میایم تو ادوانس میایم توی همون پنل آشنای اوپن دولی که با یوزر روت لاگین میکنیم نکته که من به ذهنم میرسه که بگم اینه که این خیلی اوپن نالیوارتیش قدیمیه 1505 یعنی مال سال 2015 ریلیزش تقریبا 5 سال پیش کرنلش جدید شده اما به اصطلاح دیستروش که یا کالمره که همون 1505 و خب احتمالا من اولین حرکتی که میکنم این رو آپگرید میکنم فعلا همین حالا اگه من خواستم کار دیگه ای با این بکنم حتما براتون یه ویدیو تکمیلی ضبط میکنم خیلی ممنون خدای نجاتت